بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. با مجموعه اخبار در این ساعت خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. نزدیک شدن طالبان و امریکا مبنی بر انجام توافق روی مسائل جنجالی. تأکید عبدالله بر احتیاط کردن در پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان. و جان باختن 170 مهاجر در حادثه غرق شدن دو کشتی در بحیره مدیترانه. این هم مشروع خبرها. من اسم طلا احمد زای هستم. توافق روی مسائل جنجالی میان امریکا و طالبان شدنی است. سلام ضعیف سفیر دوران طالبان در اسلام آباد میگوید امریکا بیشتر از این برای باقی ماندن در افغانستان و جنگ علاقه ندارد. از سوی دیگر شورای عالی صلح میگوید توافق در مورد خروج نیروهای خارجی در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان میتواند انجام شود. شورای عالی صلح از خلیلزاد خواسته است که از طولانی شدن پروسه صلح جلوگیری نماید. از گفتگوها میان طالبان و امریکا در قطر به نظر می رسد که بعد از وقفه کوتاه مدت اکنون این طرف ها بر مسائل جنجالی به توافق نزدیک شده که طالبان به سبب آن از گفتگوها عقب نشینی کرده بود. خروج نیروهای خارجی، گفتگوی حکومت افغانستان با طالبان دو موضوع جنجالی است که مذاکرات در مورد آن به سومین روز ادامه داشته است. سفیر دوران طالبان در اسلام آباد می گوید از طرف بودن در مذاکرات خودداری نماید، نقش میانجیگری ایفا کند و مسئولیت را بر عهده حکومت افغانستان بگذارد که طالبان از گفتگوها عقب نشینی کرد. آیا ممکن است که طالبان و امریکا به یک توافق برسند؟ در اوس خوب پرون کمی خبری سویدی جار بحث دیر زیاد سویدی نن هم جریان لری تر اوس پر توافق تا ما نظر ندی رسیدل او زه فکر کوم چې کدا سباتم دا خبره وجدي سي خو په مجموع کې زه امیدوارم چې موافقه یو توافق ته ورسیږ. سفرهای نماینده خاص امریکا به اسلام آباد، چین و هند همه به خاطر فشار بالای طالبان بود، اما فشار بالای این گروه تأثیر نکرد و امریکا روی اجندای قبلی با مذاکرات با طالبان رجوع کرده است. سلام ضعیف به این باور است که امریکا تمایل جنگ و باقی ماندن در افغانستان ندارد که این کار فرصت برای صلح را بیشتر ساخته است. زد سولی چانس دیر وینم که اشتباه و غلطی بکنه سوی یا اخلال پکران علی چانس د سولی دیر وینم زکه سوله په ګټه ده د هر طرف د پاره، د افغانان د پاره، د افغانستان د حکومت د پاره، د طالبان د پاره، د امریکا د پاره. که سوله په افغانستان کې د یو توافق په صورت کې راشي نو امریکان به په یو شکل باندې ووځي چې لاسته راوړنه به هم ولري او خپل ملت ته به هم جواب گویی چې څه په افغانستان کې وسوه. اکنون که مذاکرات در قطر به سومین روز ادامه یافته، در اجندای آن آتش بس درازمدت، خروج امریکا و تضمین عدم مداخله در افغانستان شاملند که به طرفهای همدیگر تهدید مواجه نمی شود. اما شورای عالی صلح توافق در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان را صلاحیت خود می داند و فیصله اخیر در این مورد باید میان طالبان و حکومت افغانستان انجام شود، نه میان امریکا و طالبان. خود بهرنه و زواکونو دی وطل تصمیم د افغانستان تصمیم ده، د افغانستان خلکو تصمیم ده و هیڅ څوک نشي کولای دا تصمیم ونیسي بجز په مذاکرات مستقیم چې حکومت او طالبان ترمنځ کیږي. شورای عالی صلح نشست های بدون موجودیت حکومت افغانستان بیفایده می داند، اما از نماینده خاص امریکا خواسته می شود که مذاکرات را کوتاه سازد. قرار است عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور برای منطقه به خاطر مذاکرات صلح به چین سفر نماید، اما کارشناسان به این باور هستند به هر اندازه ای که سهم کشورها در این مذاکرات بیشتر می شود به پروسه صلح صدمه می رسد.
وخت دا ویره پیدا سوی و چې افغان سوله خدای مکړه د ګڼو لوریو ترمنځ د امتیاز اخیستو پر یو د سیالۍ پټی کې بدل سوی او په اصطلاح د قربانۍ په ګډ بدل سوی و. لنی کمرغه موږ له هغه حالت بیرته راووتو، بیرته ګډونوال محدود سوي دي، بیرته دا طالبان او امریکایان دي چې مخامخ نیغ په نیغه په هغو مسایلو خبرې کوي چې دوی دواړو ترمنځ سره مشترک دي. زه فکر کوم کله چې موږ د بنبست له حالت نه او د لوري پکې کم سوي دي، دغه یو پرمختګ د دغه یو حالت هیلې زیږي. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گفته است که امریکا از سال 2001 میلادی به این طرف در افغانستان است و موافقت آنها به این هدف که برای افغانستان صلح نسبی بیاورد صفر است و نگرانی ها روز به روز بیشتر می شود. در پیشرفت مذاکرات و صلح با طالبان هنوز هم مشکلات وجود دارد. رئیس اجرایه که در یک نشست اقتصادی در سویزرلند صحبت می کرد، مشکل عمده را حاضر نشدن طالبان به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان یاد کرد. عبدالله عبدالله می گوید که در 18 سال گذشته دستاوردهای زیاد داشته، اما به هدف حفظ این دستاوردها باید مذاکرات و صلح با احتیاط به پیش رود. عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی که به هدف اشتراک در نشست اقتصادی جهان به سویزرلند رفته، در سخنرانی خود گفت در مذاکرات صلح با طالبان هنوز هم مشکلات زیاد وجود دارند. عبدالله میگوید مشکل اساسی در مذاکرات صلح با طالبان این است که آنها خواهان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. طالبان باید بیایند و در پیوند به حل مشکلاتشان با حکومت افغانستان گفتگو نمایند و مشکل دیگر در این بخش مواد مخدر است که تروریستان به حیث منابع مالی از آن استفاده می کنند که باید از آن جلوگیری شود. عبدالله گفته است که دستاوردهای 18 سال گذشته در مذاکرات صلح با طالبان برایشان خط سرخ است که به هیچ صورت از آن گذشته نمی تواند. این سازمان در سال 1971 ایجاد شده و هدف آن این است که رهبران کشورهای مختلف جهان گرد هم آیند و در مورد مشکلات موجود اقتصادی صحبت و یک راه حل مناسب با آن پیدا کنند. کمیسیون انتخابات برای بررسی اسناد و نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری کمیته ویژه ایجاد کرد و ممکن بعض نامزدان از فهرست ابتدایی حذف شوند. کمیسیون انتخابات میگوید برای بررسی اسناد نامزدان به موارد قانونی ترجیح داده می شود، اما در این پروسه پیچیدگی های وجود دارد که در قانون وضاحت آن وجود ندارد. سیاسون در پروسه انتخاباتی از فشارها بر کمیسیون نگران هستند، چیزی را که کمیسیون نیز می پذیرد و تسلیم نمی شود. طبیعت افغانستان لری دی کاندیدی په وخت کې باید عمر څلوېښت کال اوسیږي او حداقل د شلو ولایتو څخه دوه فیصده د هر ولایت څخه هغه حامیان چې یو لک نفره کېږي هغه باید تذکیرې سټیکر شوي ولري، په دې څنګ کې یو میلیون افغانۍ باید تسلیم کړي. دغه هغه مهم عمده شرایط دي چې په محکمو کې په جنایي په قضایي یا نور مسایلو کې متهم یا مجرم ګڼل شوی نه اوسیږي. دا هغه مهم موارد دي چې د کاندیدیت پاتې کېدلو سبب به کېږي. که دې نه یو یې نه اوسیږي شاید بېته حذف شي. نامزدان معترض در کابل بدون پلچرخی در سه دروازه شهر کابل تظاهرات کردند. معترضین کابل به مصلحت و مشوره هر یک در مناطق نزدیک خود دروازه های شهر را بسته کردند و اجازه رفت و آمد را به کس نمی دادند. تظاهر کنندگان می خواستند که نتایج انتخابات ولسی جرگه کابل لغو اعلام و انتخابات دوباره برگزار گردد. پر دولت باندې دغه ځای سرخ کو چې جر د کابل انتخابات باطل کړو د شکایت پر کمیسون که د کابل انتخابات باطل نکړي چې باطل سوي هم دی د شکایت کمیسون یو پله باطل کړي دي، موږ به په نورو مدني نافرمانیو شروع وکړو. هېڅ امکان لري، په هېڅ وجه امکان لري چې د کابل انتخابات باطل نه سي، بله هېڅ لاره دي، نه دولت پکښې باسي او نه دې کمیسون. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اطمینان داد که همه ساله تا 10,000 تن به ادارات دولتی جذب می شود. نادر نادری رئیس این کمیسیون با محصلین تازه فارغ شده تعهد کرد که تلاش خواهد کرد هر کس با مسلک مورد علاقهش وظیفه به دست آورد. در 86مین دور پوهنتون کابل 30,500 محصل از بخش های مختلف سند فراغت به دست آوردند و وظیفه یکی از نگرانی های آنان بود. اونجا هر شهروند افغانستان از هر گوشه و کناری کشور هست، چی سرمایه دار است چی فقیر است، چی فرزند یک قمندان صاحب است چی فرزند یک آدمی که هیچ ارتباط با دستگاه قدرت ندارد،
همه در یک صف بشینن، رقابت بکنن و بهترینش بتانه موفق بدر بیایه و بتانه در دستگاه خدمات ملکی وظیفه اجرا بکنه. وزارت مخابرات تاکنون برای 10% تکس مالیاتی سیستم ایجاد نکرده است. وزیر مخابرات میگوید برای این سیستم مراحل تدارکاتی تکمیل شده و در آینده نزدیک قرارداد گرفتن آن انجام خواهد شد. وزارت مخابرات تاکنون از این لحاظ 4 میلیارد افغانی به دست آورده است. اوس کمپانی معلومه شویده د تدارکات ملی نه تصویب شویده، د دې تدارکاتی چارې ټول خلاص شویده او دیواز هغه د قرارداد په نهایي کولو باندې کمپنۍ سره زموږ ټیم چې هغه مشترک کمیټه دی، بیا یو ځل یادونه کوم چې د اترا نماینده هم دی، د مخابرات هم دی، د مالی هم دی او د اقتصاد د څلور واړه متخصصین کار به کوي. انشاءالله ډیر نه په نږدې ورځو کې دا خلاصوو چې امضا ته یې ورسوو. خبرهای داخلی در همین جا به پایان میرسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان میگردد. ادامه اخبار و این همچند خبر از جهان. 170 تن مهاجر در آبهای بحیره مدیترانه غرق شدند. این مهاجرین در 2 کشتی جداگانه سوار بودند که برای رسیدن به اروپا تلاش می‌کردند. در 1 کشتی در حدود 120 تن سوار بودند و در دیگر آن 50 تن سوار بودند که در نزدیکی سواحل لیبیا غرق شدند. اداره مهاجرین سازمان ملل غرق شدن کشتی مهاجرین را تایید نموده است و افزوده است که اینها می‌خواستند از راه ایتالیا به اروپا بروند. بحیره مدیترانه یکی از راه‌های خطرناک می باشد که همساله در آن هزاران تن از مهاجرین جانهایشان را از دست می دهند. 2 کشتی در آبهای کریمیا و نزدیکی روسیه آتش گرفت. در اثر این کشتی سوزی 10 تن جان باختند و 14 تن دیگر جراحت برداشتند. در ویدیوهای نشر شده از سوی رسانه‌های روسی دیده می شود که شعله‌های آتش از این کشتی‌ها بالا می شود. این 2 کشتی پس از آن آتش گرفت که از 1 کشتی به کشتی دیگر تیل انتقال می دادند. در این کشتی باشندگان کشورهای مختلف سوار بودند. نیروهای بحری در کریمیا می گویند در جریان انتقال تیل هوای بحر طوفانی بود. حدود 2 ماه قبل 1 کشتی اوکراین داخل آبهای روسیه شده بود که میان هر 2 کشور تیرگی به میان آمد. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان میرسد. تا دیدار بعدی، الان نگهدار.